29 درباره این پهپاد بفرمایید و ویژگیاش و کاراییاش. بله. هواپیمای بدون سرنشین شاهد 129 که در روزهای اخیر توسط فرمانده محترم کل سپاه برای اولین بار رسانه شد، یک هواپیمای راهبردی و با مداومت پرواز بسیار بالاست. این هواپیما قادر هست 24 ساعت با یک بار سوختگیری مداومت پروازی داشته باشه، یعنی موقعی که بلند میشه 24 ساعت مداومت پروازی داره و قادر هست بمب و موشک به خودش حمل بکنه. برای کارهای مراقبت شناسایی قابل استفاده هست. این هواپیما برای ایجاد امنیت در خطوط مرزی در دریای عمان و خلیج فارس، همینطور مناطق کویری که معمولا در معرض استفاده قاچاقچیان هست و حتی برای کارهای غیر نظامی، یعنی شما میتونید برای محیطبانی، برای کارهای جنگلبانی، برای مواردی که احیانا در بخش غیر نظامی ممکنه مورد استفاده قرار بگیره از این هواپیما استفاده. این هواپیما مشابه خارجی نداره، یعنی کاملا طراحی خودمونه و قادر هست به مدت طولانی با یک هزینه کم، یعنی مصرفش بنزین سوپره. درسته؟ بله. و با توجه به اینکه کاملا قابل کنترل هست در مسافت‌های طولانی، برای کنترل ترافیک، برای کارهای هم جنبه دفاعی هم غیر دفاعی قابل استفاده است. از جمله شاید تجهیزاتی که در طول 33 سال من میتونم به جرئت بگم که اساسا حتی یک مورد هم به ما نفروختن، هواپیما بدون سرنشینه. ما در دوران جنگ، خاطری از عزیزان مسئول نقل میکردن، شنیدم موقعی که سوال میکردن که عمق این عملیات چقدر خواهد بود، یعنی ما تا چه عمقی میخوایم عملیات انجام بدیم، نیروی زمینی میخواد بره جلو، گفتم بستگی به میزان پرواز هواپیمای شما داره. ما موقع میدونید که هواپیمای بدون سرنشینمون از این کنترلی های معمولی بود که مهاجر فیلمش ساخته، آره دیگه، مثلا در حد 1.5-2 کیلومتر میتونست بره، یعنی در حد دید. و امروز رسیدیم به نقطه ای که این هواپیما 1700 کیلومتر تا 2000 کیلومتر میتونه در واقع از پایگاه خودش دور بشه، بره ماموریتش انجام بده و برگرده. من یادم در سال 2009 موقعی که رژیم صهیونیستی برای اولین بار هرمس 900 رو تونست عملیاتی بکنه، اعلان کردن که ایران در برد هواپیمای بدون سرنشین ما قرار گرفت و ما در طی اواخر، یعنی در واقع سال گذشته، این هواپیما رو عملیاتی کردیم و اخیرا رسانه‌ای شد. این هواپیما عملا الان میتونه در یک شعاع حدود 1700-1800 کیلومتر عملیات شناسایی، مراقبت و ماموریت رزمی انجام بده. ماموریت رزمی هم انجام بده. اهمیت چنین به اصطلاح دستاوردی در به اصطلاح سیستم دفاعی کشور چی میتونه باشه؟ چقدر اهمیت داره؟ ببینید، همین که شما تو اخبار اگر یه مقدار دقیق بشید، اینو بارها شنیدید، ممکن الان تو ذهنتون نباشه ولی مروری بکنید، میبینید که میگن نخست وزیر فلان کشور، رئیس جمهور فلان کشور رفته به فلان پیش فلان رئیس جمهوری که مثلا هواپیما بدون سرنشین دارن راجع به گرفتن مثلا هواپیمای بدون سرنشین، اونم نه در این کلاس، در کلاس خیلی پایین‌تر مذاکره بکنه، یا چندین بار این درخواست رو مثلا اعلان کرده، چندین بار مثلا این هواپیما رو خواسته. هواپیمای بدون سرنشین فناوری‌های روز دنیا هستن که قدرت‌های این کشورهای محدودی این فناوری رو دارن و به نوعی داره بخش قابل توجهی از مأموریت هواپیما با سرنشین رو داره به خودش اختصاص میده. یعنی شما الان ببینید هم در کار مراقبت، هم در کار شناسایی که واقعا ایجاد امنیت میکنه برای کشور بدون کوچکترین هزینه، یعنی خلبان بدون اینکه
بخواد مثلا با اون هزینه گزاف، یعنی شما حساب بکنید یک هواپیمای با سرنشین حدود $10,000 حدودا ساعتی هزینه داره پروازش، درسته. در مقایسه با این که تقریبا هزینه ای نداره، بعد یک خلبان چند ساعت میتونه پرواز بکنه، چقدر میتونه دقت داشته باشه با اون خطراتش و صدماتش. ولی این هواپیما بلند میشه میره، اون خلبانش در واقع خلبان بدون سرنشین در روی زمین داخل پایگاه همون کار رو با سهولت داره انجام میده و آورده‌های زیادی میتونه برای ما داشته باشه. ما در خیلی از نقاط که الان مجبور هستیم بالاخره کار مراقبت و کنترل و حفاظت رو انجام بدیم، خب این رو با هزینه‌های زیاد با استفاده از بالگردها ما با سرنشین باید انجام بدیم، ولی با ورود هواپیمای شاهد 129 تقریبا خیلی از این ماموریت‌ها میتونه به این هواپیما محقق خب بشه. ما در مورد دو موضوعی که امروز در خصوصش در واقع اطلاع رسانی شد، شاهد 129 و سامانه رد، صحبت کردیم. از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در این چند سالی که در واقع تشکیل شده این نیرو، برای ما بفرمایید تا بعد از به اصطلاح میانه برنامه ما بپردازیم به اینکه اصلا چی شد نیروی هوافضا تشکیل شد. بله، خب مستظر هستید که ما در چند شاخه اصلی فعال هستیم، یعنی هم در بخش با سرنشین که حالا هم هواپیمای ترابری داریم، هم جنگی داریم، هم بخش بالگردی داریم، در بخش موشکی زمین به زمین که خب به هر حال موشک‌های راهبردی کشور در اختیار نیروی هوافضا قرار داره، و در بخش پدافند در بخش‌های مختلف راداری، در بخش‌های جمع‌آوری، در بخش‌های موشکی فعال هستیم، و همچنین به صورت گسترده در بخش هواپیمای بدون سرنشین. خب ما در حال حاضر در همه این بخش ها فعال هستیم، چه در جنبه های مأموریتی و عملیاتی، چه در بخش های تحقیقاتی و بخش خودکفایی. درسته. چون به هر حال به ما از خارج سالیان سالی که چیزی نمیدن و اینم نعمتی است واقعا، و عزیزان متخصص ما دست به کار شدن و ابزاری که ما داریم توسط خودمون تعمیم میشه. یعنی جالبه که شما بدونید که در طول جنگ ما تسلیحاتمون رو از طریق عراقی ها تامین کردیم، یعنی توپمون و تانکمون رو و همه امکاناتی که باعث شکلگیری سپاه شد همش غنیمتی بود. ما لشکرهای زرهی رو انداختیم، یک دونه تانک نخریدیم، کسی به ما تانک نداد، گروه های توپخانه رو انداختیم و بیشتر تسلیحاتمون رو ما امیدمون به این بود که عملیات بزرگی بشه بتونیم بریم از عراقی ها بگیریم. و بعد از پایان 8 سال دوران دفاع مقدس هم خب مجبور بودیم خودمون تأمین بکنیم و همه اینا هم بر اساس نیاز، یعنی از ایده تا محصول همه اینا ایرانیه. یعنی شما نگاه بکنید این هواپیمای بدون سرنشین یا همین سامانه پدافندی رد یا انواع اقسام موشک‌های زمین به زمین، شما در به اصطلاح اواخر سال گذشته موشک خلیج فارس رو خبرش رو گرفتید که به هر حال یک موشک بالستی که با سرعت بسیار بالا، ما اینو تبدیل کردیم به یک موشک ضد شناور، یعنی میتونه کشتی بزنه، میتونه نقطه بزنه. همینا بر اساس نیازه، یعنی حضور امریکایی‌ها در منطقه و این تهدیدی که ما دائما بالا سر کشور احساس می‌کردیم باعث این شد که این تحرک، این حرکت رو به جلو، این حرکت جهادی بعد از پایان 8 سال دفاع مقدس متوقف نشه. درسته. و این حرکت ادامه پیدا کرده و الحمدلله امروز به شرایطی رسیدیم که واقعا قدرت دفاعی نیروهای مسلح ما، اهم از ارتش، سپاه و بسیج، در نقطه‌ای قرار داره که کسی جرأت تهاجم به کشور ما رو پیدا نمی‌کنه. ما به نقطه بازدارندگی رسیدیم، کشور امروز دیگه بیمه شده. ما به نوعی در بخش‌های دفاعی با اقداماتی که شده واقعاً واکسینه شدیم، اونا دیگه نمیتونن بر علیه ما حرکت انجام بدن. خیلی ممنون. بینندگان محترم، با برنامه 2.5 ساعت و معرفی دستاوردها و پیشرفت‌های دفاعی کشور در خدمت شما هستیم.